عناوین خبرها افشای جزئیات گفتگوی خامنه ای و قالیباف درباره سیسمونی گیت پیام احمدی نژاد بعد از تصادف امدیاش به خامنه ای رفراندوم بگذارید شش سال نابودی زندگی یک زن و خانواده اش فقط برای یک میلیون پوند و بایدن دوباره خامنه ای را آچمز کرد سپاه این بار با پاسخ سخت آمریکا روبرو شد لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاس گذاریم. افشای جزئیات گفتگوی خامنه ای و قالیباف درباره سیسمونی گیت صفحه توییتر روزنامه شرق در مورد دلیل عذرخواهی نکردن محمد باقر قالیباف به علت خرید سیسمونی دخترش از ترکیه توییتی به نقل از فرید الدین حداد عادل فرزند غلام علی حداد عادل مشاور عالی خامنه ای نوشت که پس از یک ساعت توییت را حذف کرد شرق در توییتر نوشته بود فرید الدین حداد عادل فرزند رئیس اسبق مجلس گفت پدرم گفتند آقای قالیباف آماده عذرخواهی بود بابت قضیه مسافرت خانواده ولی بعد از مشورت با رئیس دفتر رهبری وی به خاطر سوء استفاده مکرر دشمنان و اینکه این کار باعث تضعیف قوای سگانه ی کشور میگردد مخالفت کردند فریدالدین حداد عادل که از اعضای شورای اندیشه ورزی شبکه سه صدا و سیما است که به اصطلاح به آن اتاق فکر صدا و سیما میگویند در رسانه های داخلی هم نفوذ بالایی دارد و در روزنامه جامع جمع خبرگزاری و تهران تایمز از تصمیم گیرندگان اصلی است در همین حال یک منبع مستقل خبری هم اعلام کرد که خامنه ای شخصا از قالیباف خواسته تا به دفترش بیاید و از او خواسته هیچ واکنشی نسبت به اتفاقات اخیر ندهد تا آبها از آسیا بیفتد این اقدام خامنه ای با واکنش منفی بسیاری از کاربران ارزشی همراه شده و چهره خامنه ای را بیش از پیش برای طرفدارانش برملا کرده پیام احمدی نژاد بعد از تصادف عمدیش به خامنه ای رفراندوم بگذارید. بعد از سوی قصد به احمدی نژاد در حادثه رانندگی رئیس جمهور سابق با انتشار پیامی برای خامنه ای خط و نشان کشید. این هفته ماشین حامل احمدی نژاد در مسیر برگشت از یک روستا در اطراف اردبیل دچار انحراف به چپ شد و بعد از برخورد با یک پراید به ستون بتونی در کنار جاده برخورد کرد. در این حادثه احمدی نژاد چند خراش کوچک در دستش ایجاد شد. ولی راننده و محافظ او زخمی و به درمانگاه منتقل شدند علت این انحراف به چپ مشخص نیست و طرفداران او در توییتر این حادثه را عمدی معرفی کردند چندی پیش برخی از رسانه های نزدیک به احمدی نژاد خبر از احتمال ترور او میدادند احمدی نژاد در پیام ویدیویی خود گفت در ایران از این نگرانی دارند که مردم قوی شوند اطلاعات کسب کنند تحلیل بدهند و تحلیلشان با تحلیل مقامات کشور متفاوت باشد و به تعبیر شما با آزادی انسان مخالف هستند شما نماینده مردم هستید همین را بیایید رفراندوم کنید ببینید مردم چه میگویند ببینید مردم میخواهند یا نمیخواهند شش سال نابودی زندگی یک زن و خانواده اش برای فقط یک میلیون پوند. به گزارش گاردیان، رژیم اسلامی حاکم بر ایران از پولهای پرداخت شده بریتانیا بابت آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری فقط به یک میلیون پوند دسترسی یافته است. با این حال رئیس بانک مرکزی رژیم گفت مطالبات وصول و استفاده شده است. روزنامه بریتانیایی گاردیان روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت با اشاره به گزارش چند روز پیش انتخاب درباره آزاد شدن 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به یک رژیم حاکم بر ایران در عین حال نوشت یک گزارش میگوید فقط یک میلیون پوند به تهران انتقال یافته است سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس رژیم محمود عباسزاده در گفتگو با وبسایت انتخاب گفته که مبلغ حدود 400 میلیون پوند بدهی دولت بریتانیا یا به ایران بابت تحویل ندادن تانک های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از چهارده پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود از مبدع آزاد شده است وی با این حال گفته که این مبلغ هنوز در اختیار ایران قرار نگرفته اما چندان مشکل به مقصد رسیدن نداریم کما اینکه به مقصد هم خواهد رسید اباظادی بدون اشاره به جزئیات تنها گفته که بالاخره مذاکراتی شده است ما یک سری کارهایی برای آزاد کردن اموالمان به ویژه در مورد پولهای بلوکه شده آغاز کرده ایم این گزارش گاردین در حالی انتشار یافته که علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی رژیم روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت گفت مطالبات خود را از کشور انگلیس وصول کردیم و حتی از آن پول استفاده شده است. بایدن دوباره خامنه ای را آچمز کرد سپاه این بار با پاسخ سخت آمریکا روبرو شد مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه به لایحه‌ای رأی داد که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های همسو با آن را از دستیابی به هواپیماهای بدون سرنشین جنگی که می توانند در حمله‌ها علیه ایالات متحده یا شرکای آن استفاده شوند باز می‌دارد. بر اساس قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها، رئیس جمهور ایالات متحده موظف است هر فردی را که آگاهانه در تامین، فروش یا انتقال سلاح و مواد به جمهور جمهوری اسلامی ایران یا از آن مشارکت داشته باشد تحریم کند این قانون میخواهد پهپادها هواپیماهای جنگی بدون سرنشین و هواپیماهای جنگی را به فهرست سلاحها و مواد تحریمی اضافه کند این لایه احتمالا با عنوان قانون متوقف سازی پهپادهای ایرانی شناخته خواهد شد بر اساس مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا قانون متوقف سازی پهپادهای ایرانی از زمان تصویب لازم الاجراست الیز استفانیک از نمایندگان کنگره آمریکا که جزو رای دهندگان به این قانون است در وبسایت شخصی خود با بیان اینکه جهان باید بداند که ایالات متحده از هر ابزاری که در اختیار دارد برای قطع دسترسی ایران به مرگ مرگبار استفاده خواهد کرد گفت ایران صادرکننده کننده اصلی تروریسم در جهان است و من مفتخرم که از قوانینی حمایت می کنم که رژیم فاسد ایران را از دسترسی به هواپیماهای بدون سرنشین که می برای دامن زدن به جنایات به نام ترور استفاده کنند باز میدارد شایان ذکر است که سپاه بارها در عراق با پهپاد دست به ترورهای کور و حمله موشکی به پایگاههای مخالفان و سفارت آمریکا زده است